لطفاً این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. بدن پوشیده بشه در مورد زنانه محمد هستش که بزنم به تخته بزنم به تخته. اونقدر که زن گرفته چند تا 40 خورده 43 تا زن منتها شیعه 13 تا رو قبول دارم. 13 تا هر زن خوشگل مشکلی که جوون مبونی که پیدا می شده ایشون می رفته بزنم به تخته. صفیه، جوریه، همه اینا 17-18 ساله. خب با 40 به بالا بوده دیگه، اونم طلاقش داد یه جوری. خب یک مرد 40 به بالا با مثلا 13 تا، حالا ما 40 تا رو نمیگیم، با 13 تا دختر خوشگل مشکل جوون جوابگوی کدومشون قراره باشه؟ دعواشو میشد زنده که دعوا میشد سر گوششون میجنبید. بعد یه مهمون میومد تو خونه محمد اینا چیز میشدن. حالا ما یه زن داریم که تو اینقدر برنامه میسازیم وقت نمیکنیم. الان 4 روزه نصلا ندیدم سلام علیک کنیم با هم دیگه. این خب 13 تا این هفته خیلی قرقه. خب میگم سنش هم بالا بوده، دختره جوون بالاخره سرگوششو میجنبیده، یه مهمونی یک چیزی ارتباطی فلان بالاخره نخ میدادن. و بعد آیه نازل میشه برای این که آیه زنان پیغمبر خودتونو بپوشونید، نمیدونم چشتونو بپوشونید فلان. اونم میگم تمام نصف بیشتر آیات قرآن برای زندگی شخصی محمد را باید محمد چشمشو میپوشونده که این همه زن نگیره. خب همچنان که دیدید این کلیپ رو متاسفانه ما مجبور بودیم که پخش کنیم و چند تا نکته رو باید خدمتتون عرض کنیم. نکته اول این که ببینیم ما هم مثل شما وقتی این کلیپ رو دیدیم واقعا اذیت شدیم، ولی به هر حال چون توی اون سریای قبل وقتی خود کلیپ رو پخش نمی‌کنیم دوستان میان میگن که آقا چی بوده، نه شما بعد برداشت کردین فلان، مجبوریم که اون کلیپ رو پخش کنیم. پس این نکته رو دوستان توجه داشته باشن که مجبور شدیم این کلیپ رو پخش کنیم و ما رو ببخشن به خاطر این قصه و دیگه اصرار و اجبار رسانه‌ای بوده. نکته دوم این که من تو اون گفتگویی که با آقای امید دانا تو کلاب هاست داشتم و بچه‌ها اومدن گفتم با ایشون گفتگو کنید، من گفتم که با یه شرطی با ایشون گفتگو می‌کنم، بیام اول یه سوالاتی در مورد گذشته ایشون بپرسم. به هر حال یک توهین‌های ایشون به مقدسات ما کرده و من رفتم اول این سوال رو کردم. ایشون گفت بله تا 2016 ما توهین میکردیم و یکی از پازل های براندازی بود، ولی من دیگه پشیمونم و این حرفا. ما حالا از اون جلسه این برداشت رو کردیم که میشه با ایشون حالا گفتگو کرد هر از گاهی و اینها. حالا بعد اونم من یک دو بار گفتگو کردم با ایشون، ولی به هر حال ما اونجا هم گفتیم که شما کارهای سیاستون رو بکنیم، ما هم گفتگو میکنیم، ولی تو کارهای مذهبی و اینها گفت نه ما کاری با مذهب ندارم و از این. ولی اخیرا دیدیم که تو قصه حجاب و اینها ورود کردن و متأسفانه حرفایی رو میزنن که عجیب. این حرفا واقعا دیگه اینجا به اینجا ختم میشه که متأسفانه میان اینجوری با همسرشون توهین میکنن. اینم دوستان در نظر بگیرن. نکته سوم این که ببینید ایشون متأسفانه نمیدونه که سند و فکت شیعه برای احکام اسلامی فقط قرآن نیست. ما توی قرآن الان نداریم که دو رکعت نماز صبح، رکعات مثلا نماز توی قرآن نیست، تو روایات ما هست و ما بهش عمل میکنیم. ما ثقلینی هستیم، ما فقط قرآن رو محور نمیدونیم و هم قرآن هم روایات معصومین با همدیگه باید باشه. ولی به هر حال تو همین آیه ای هم که ایشون متاسفانه میخواد بهش استناد کنه، تو همین آیه هم اگه 2 دقیقه ایشون سرچ میکردن میدونستن که این آیه در مورد این چیزی که ایشون میگه نیستن. این آیه چی میگه؟ میگه یا ایها النبی قل، یا ایها النبی قل، ای پیامبر بگو. به کی بگو؟ لازواجک، به زنانت و بناتک و دخترانت، پس غیر از زنان دختران هم هستن، و نساء المؤمنین، و به زنان مؤمن بگو شما یدنین علیهن من جلابی بهن. خب پس این تهمتی که شما دارید به قرآن میزنید، میگه که نگفته، پس گفته. حالا یه شبهه ایرم دیگران ایشون که این اصلا مطرح نکرده، میگن نساء المؤمنین، نه منظور مثلا زنان مؤمن مثلا فلان، مثلا بانو امینه اصفهان، نه همین افرادی که ایمان آوردن مسلمون، این زنا رو مد نظر. گرچه ایشون همین آیه حتی نساء المؤمنین افراد خاصن بگیری باز استدلالش باطله، ولی این ایمان ایمان عامه، ایمان خاص مد نظر نیست که آیت الله بهجت مثلا مد نظر باشه، نمیدونم یک ایمان خاصی، نه این مد نظر نیست، یا مثلا بانو امینه اصفهان. نکته چهارم این که دوستان باید توجه بکنن به این مسئله که ایشون اومده میگه که زنان پیامبر نمیدونم فلان بوده. ببین این بله تعداد زنان پیامبر حالا اختلافیه، چه مقدار اینها کنیز بودن چه مقدار همسرانشون بودن اختلافیه، ولی نسبت به حضرت خدیجه که حالا میام میگن بیوه بوده، تحقیق شده که این نبوده. خب هم تقریبا همسن پیامبر بوده و تا زمانی که پیامبر با ایشون
ایشون در قید حیات بودن، 25 سال پیامبر همسری دیگه ای نداشتن، پس اگر بحث بلهوسی بودم نعوذ بالله اون وقت میرفتن. بعدم که قصه عایشه هم دروغ میگردن، 7 سال 5 سال اینم تحقیق شده که حدود 18 الی 20 سال داشته. زنان دیگر پیامبر هم که مثل صفیه و زینب و هند و اینها، اینا همسر داشتن، تو جنگا شهید میشدن یا از دنیا میرفتن یا از این ور یا از اون ور، اینا میومدن و پیامبر میخواست این سنت رو برقرار کنه که زنان بیوه رو بگیرن، خودش این کار رو میکرد. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر میومد یه کاری رو میکرد که اینا هم این کارو بکنن. بعضی هم گفتن که به خاطر اینکه به قبائل نزدیک بشه، اوائل اسلام بود، از هر قبیله مثلا یک ازدواج صورت میگیره که این اتفاقا بیفته. پس این خیلی بده که ما بیایم متاسفانه ندونیم و یک مسائلی رو به همدیگه ربط بدیم و بگیم که پیامبر اکرم متعصم، پیامبری که قرآن میگه ما ینتق عن الحواس، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، هر چی که میگه پیامبر شما اخذ کنید، هر چی که نهی میکنه از اون دوری کنید، شما بیاین پیامبر رو به عنوان اینجور شخصی مطرح بکنیم و متعصمانه بگیم که بله فلان رو با خودتون قیاس کنین که من نمیرسم فلان. و این توهین هایی که متعصمانه همسر ایشون خود ایشون به پیامبر اکرم کرده، ما دیگه متوجه باشیم که این دفاع ایشون از ایران دیگه فایده ای نداره. یه آدم بیاد اینجوری توهین کنه به مقدس، حالا یه وقت قبلی بوده، زمان براندازیش بوده، میگفت من نمیدونستم، الان که میدونه. خب شما اگه میخواین دفاع کنین از جمهوری اسلامی از ایران، خب برید دفاع کنین، ولی ما حداقل دیگه با امثال شما مشترک نیستیم، چون شما میایم توهین میکنیم به پیامبری که کل جمهوری اسلامی، کل اینا اومدن به خاطر اینکه پیام پیامبر رو برسونن، این اسلام اینجا بیاد حاکم بشه، شما بیایم به اسلام توهین کنیم، بعد بگی من مثلا طرفدار جمهوری اسلامی ام، طرفدار نمیدونم رهبری هستم، رهبری که جانش رو فدا میکنه برای همون اسلام، برای همون پیامبر، شما بیاین توهین کنیم متاسفانه. و این رو دوستان باید متوجه باشن و این قصه به نظرم جلوش گرفته بشه، وگرنه این قصه به نظرم خطرناکه. امیدوارم که مفید بوده باشه، برای رفقا هم بفرستین. یا علی، التماس دعا.